سلام و درود فراوان خدمت شما عزیزان خودم ما در بحث مدارهای الکتریکی بعد از اینکه توانها رو براتون گفتیم یه مقداری از این بحث خازنها رو میخوایم برای شما بگیم که وقتی با مقاومت ترکیب میشن بحث های ساده هستن خیلی پیچیده نیست ما سعی کردیم مثال رو که در حد و توان شما هست انتخاب کنیم ولی ازش اطلاع نداریم که احتمال اومدنش تو کنکور هست یا نه ما چند تا مثال براتون حل کردیم روش های حل کردنش رو بهتون یاد میدیم امیدواریم که شما لذت ببرید خیلی ساده است نگران نباشید مقاومت با خازن وقتی ترکیب میشه چیز خاصی نیست که بخواد شما رو اذیت بکنه بریم این چند تا مثالی که از خازن مقاومت براتون هم انتخاب کردیم ببینیم البته مثالی از توان هم آوردیم که در ادامه بحث مقاومت خازن رو خواهیم گفت دوستان عزیزم براتون تعدادی مثال انتخاب کردیم از توان مولد، توان خروجی و بخشی از خازن مقاومت مدارهای آرسیه البته خیلی مطمئن نیستیم که تو تستای کنکور مطرح بشه ولی تو کتاب یازده ازش سوالی نیمده قطعا سالهای قبل هم توی کتاب سوالی از خازن مقاومت نبود ولی جز تستای کنکور بود ما به تعدادی از این خازن مقاومت ها بسنده کردیم اول توان خروجی مولد ها رو ببینید مثالش رو بعد بریم سراغ خازن مقاومت پس بریم سالهایی که براتون انتخاب کردیم رو ببینیم میگه در مدار زیر توان تلف شده در باتری توان تلف شده بچه ها پی آرای دو آرو که داریم آیا باید پیدا کنیم این تلف شده است تلف شده مولد خب مقاومت ها رو پیدا کنیم ببین بچه ها، الان این دوتا با هم موازی چرا اینا سری نیستن چون این شعبه؟ چرا اینا سری نیستن چون این شعبه؟ چرا این با این موازی نیست؟ چون دو سرهاشون به هم وصلند، فقط از یه سر به هم وصلند. پس من این دوتا رو معادل می‌کنم. 6 و 12 ضربشون جمعشون. شیش زب در شیش زب در دوازده به جمعشون. 6 ضرب در 12 به 6 به علاوه 12، میشه 4. پس من این دوتا رو نگاه کنم، اینو رو برمی‌دارم بچه ها؟ اینو برداشتم جای این گذاشتم چهار درسته؟ چهار با این دو میشه سری شش میشه پس معادل اینا میشه شش اون شش با این شش میشه موازی معادل اینا میشه سه پس آر ایکیومون کلن میشه سه حالا آیا پیدا کنیم آی بود ای به آر ای کیو به علاوه آر بچه ایمون چند دوازده آر ای کیو شد سه به علاوه یک دوازده به چار میشه سه آمپر حالا بینیم توان رو پیدا میکنیم پی شد آر مون چند یک آیا اونم سه به توان دو نه وات میشه گزینه دو میشه در شکل روبرو با بستن کلید کا توان خروجی مدار ما چگونه تغییر میکنه ثابت میمونه افزایش مییابد کاهش مییابد بسته به مقدار ای ممکن است کاهش یا افزایش دوستان عزیز دقت داشته باشید وقتی میگه توان خروجی همون توان مصرفی هم هست وقتی مولد توانی رو به صورت مفی از مدار خارج میکنه مقاومت ها مصرف کننده ها اونو مصرف میکنن پس توان خروجی همون توان مصرفیه یعنی ما اگه توان مصرفی رو حساب بکنیم اینگاه توان خروجی رو حساب کرد خب موقعی که کلید بازه نگاه کنین بچه‌ها ها مقاومت ها چه شکلی میشن؟ 6 و 3 میشه 9 این 6 و 3 هم میشه 9 معادلشون میشه 4.5 پس تو حالت اول آره ای کیوه ما میشه 4.5 اما وقتی کلید رو میبندیم این 6 و 3 میشن موازی معادلشون میشه 2 این 6 و 3 هم معادلشون میشه 2 که با همدیگه میشن چی سری پس آر ای کیو در حالت دوم میشه چقدر؟ دو برلا به علاوه دو چهار او خب خودتون بگید توان مصرفی که همون توان خروجی آر ای دوه ما تو حالت اول چون مقاومت زیاده جریان کمتره ولی تو حالت دوم چون مقاومت کم شده جریان بیشتره از اونجایی که جریان به توان دو میرسه توی این حالت چون جریان زیاد شده به توان دو هم که برسه پس در نشه توان مصرفی یا توان خروجی باید افزایش پیدا کنه بنابراین ما گزینه دو رو انتخاب میکنیم طبق رابطه پی مساوی آرای دو درسته تو حالت دوم آر کم شده ولی چون جریان زیاد شده به توان دو هم میرسه توان مصرفی افزایش پیدا میکنه بریم سراغ سال بعدی میگه در مدار زیر وقتی لغزنده روستا از آ میره به ب بچه وقتی داره از آ میره به طول رسانه داره چی میشه نگاه کنید جریان ببینید از اینجا میاد از اینجا میاد بین این تقسیم میشه از اینجا میاد حالا وقتی که اینو ببریم هی طول رسانه داره طول مقاومت اون زیاد میشه پس آر داره زیاد میشه خب آر زیاد بشه دقت کنید آر که زیاد بشه جریان تو این کم میشه آی کاهش پس آی تو این زیاد میشه چون مقاومت زیاد شده جریان داره کم میشه پس آی این باید زیاد میشه توان مصرفی آر یک پس باید زیاد میشه پس برای آر یک افزایشه یا اینه یا اینه حالا بریم سراغ چی؟ سراغ توان خروجی مولد آر که زیاد بشه آر ای -E کیومون هم زیاد میشه این زیاد. خب پس مقاومت وقتی زیاد شد دقت بکنید بچه آر آر معادل ما زیاد شده توان خروجی بچه ها از رابطه پی برابر بود با ای آی من های آی دو آر به دست میاد خب از اینجا نگاه کنید وقتی آر زیاد میشه آی کم میشه پس چون آی کم میشه توان خروجی باید کاهش پیدا بکنه بنابراین گزینه سه میشه برای این توان مصرفیش زیاد میشه ولی توان خروجی کاهش پیدا میکنه بریم سراغ سال بعدی میگه در مدار زیر مقاومت رئوستا از 8 اوم که آره یک ماست 8 اوم است توان خروجیمون پی یکه مقاومت رئوستا رو به چند اوم برسیم تا دوباره توان همون بشه یه رابطه بچه براتون گفتم وقتی با تغییر مقاومت توی مدار توان خروجی یا توان مفید یا توان مصرفی تغییر نکرد یه رابطه ای داشتیم که مقاومت درونی بود حاصل ضرب R1 R2 زیر رادیکال این R آره به ما داده چهار R1 اونو داده 8 میگه حالا R2 مون باید چند باشه خب این زیر رادیکال باید بشه چند؟ بگی باید در بیاد 16 چون جزر شده چهار پس این R2 باید دو باشه یعنی گزینه دو میشه بچا رسیدیم به بحث خازن و مقاومت دقت داشته باشید وقتی خازن با مقاومت تو مدار قرار میگیره مسئله خیلی پیچیده نمیشه فقط یادمون باشه وقتی خازن میاد با مقاومت سر راه همدیگه قرار میگیرن چون خازن اجازه عبور جریان نمیده بنابراین مقاومت ها ازشون جریان عبور نمیکنه وقتی از مقاومت ها جریان عبور نکنه پس افت پتانسیلم به وجود نمیاد به همین دلیل وقتی اگر شما دیدید خازن با مقاومت سری بسته شده اون مقاومت ها میشن مثل این سال الان نگاه کنید جریان بخواد بره سر راهش خازنه پس این مقاومت ها عملا میشن فقط این چهل ولتی که اینجا داریم به این خازن میرسه پر کیوش میشه سی زب در وی یعنی شست ضبر در چهل میشه دو هزار گزینه 4 چار میکرو کولون. گذینه چارش میشه سال بعدی رو نگاه کنید بچه اینجا مولد دوازده ولتی داریم یه مولده اینجا یه خازن داریم اینجا هم یه خازن داریم خب جریان بخواد عبور بکنه از کجا بگذره بچه ببینید از اینجا فرض کنید به عبور کن از خازن که نمیتونه بگذره میخواد بیاد از اینجا بگذره وقتی میخواد بیاد بگذره دوباره سر راهش خازنه پس عملا از این جریانی عبور نمیکنه آیش صفره وقتی آیش صفره یعنی اختلاف پتانسیل دو سرش هم بچه وی مگه نبود آر زب در آی وقتی آی صفره نتیجه میگیریم که وی دو سرش هم صفره پس وی دو سر این صفره در نجه وی دو سر این هم صفره یعنی این هیچ باری نداره میمونه این از این جریان عبور نمیکنه پس حز میشه از این جریان عبور نمیکنه حز میشه پس تمام دوازده ولت مال این خازن میشه بنابراین Q1 ما میشه 20 ضرب در 12 میشه 240 یه بار دیگه میگم چون جریان میخواد از مثبت یا مولد عبور بکنه سر راهش خازن قرار گرفته بنابراین جریان توی مدار صفر میشه یعنی ما هیچ جریانی توی مدار نداریم پس وقتی جریان نداریم یعنی وی دو سر این صفره پس وی دو سر این صفره یعنی وی دو سر خازن صفره فقط میمونه که این خازنه که دقیقا از این طرف به قطب منفی از این ورم هیچ افت پتانسیلی نداریم این طرف هم به مثبت وصله گفتیم مقاومت ها چون ازشون جریان نمیذاره افت پتانسیل ندارن بنابراین تمام 12 ولت مالی این میشه میشه 240 میکروکولون اینم که بارش شد صفر Q2 مون هم شد صفر پس میشه 240 و صفر و اما سوال بعدی نگاه کنید بچه ها میگه در شکل زیر بار خازن سه یک به بار خازن سه دو چقدره اینجا جریان به عبور بکنه از کجا میاد از این میگذره از این میگذره از خازن نمیگذره از اینجا میگذره ببینید جریان هیچ انشابی سر راهش نیست پس جریان ثابته میبینید هیچ تغییری تو مقدار جریان اینا چرا انشاب محسوب نمیشن چون از خازن که جریان عبور نمیکنه برابر این وی دو سر این که آر زب در آیه با وی این برابره پس ما اگر بخوایم نسبت بارا رو بنویسیم میشه نسبت ظرفیت این پس اینجوری میشه بار Q1 به بار Q2 میشه C1 یک و 1 یک C2 و 2 خب من اینجا پایین مینویسم Q1 به Q2 خب c یکمون چنده؟ سه سه دومون اون چنده پنج زب داره و یک اون میشه آر زب در آی یعنی پنج زب در آی و ده اون هم میشه ده زب در آی آیا که یکیه اینم که با این ساده میشه میشه دو بله میشه چقدر سه دهم ده یعنی گزینه یک هم میشه بریم سراغ سال بعدی در مدار زیر انرژی کل خازنها ها چند میکروژوله؟ بله یه انرژی برای این وجود داره یه انرژی برای این وجود داره میتونیم جمع بکنیم جریان از کجا میتونه بگذره ببین جریان از اینجا میاد از 5 میگذره میاد اینجا میره از این 5 میگذره دوباره میاد از این یک میگذره و میاد به کجا مولد پس مسیر جریان اینجوریه نگاه کنید بچه از اینجا میاد از خازن که نمیتونه بگذره میره از مقاومت از اینجا میاد و عبور میکنه میرسه به پس اول آیا پیدا کنم ای به آر ای کیو بلا به علاوه آر خب پیدا کنیم ای چنده داده 24 آرا اون رو حساب کنیم یه پنج اینجا داریم یه پنج اینجا داریم ده یه دونه هم اینجا داریم 11 یه دونه یک هم اینجا داریم دوازده پس آیمون میشه دو آمپر خب وی دو سر این با وی دو سر این برابره وی این چی میشه؟ آر زبدر در آی پس وی دومون میشه آرش پنج زبدر در دو میشه ده ولت وی یکمون چقدره؟ وی یکمون هم میشه سی و آرش یک ضب در آیش هم دو میشه دو ولت حالا میریم سراغ انرژیا، انرژی, انرژی خازن سه یک رو پیدا میکنیم یو یک میشه یک دومه سه یک و به توان دو و یک به توان دو خب میشه یک دومه چند ظرفیتش دهه خب چون میکروژول خواسته دیگه تبدیل نمیکنیم ویش هم چند در اومد دو میشه چهار چهار با این دو ساده میشه میشه 20 میکروژول این مال این بریم سراغ یودو دو یک دومه سه شو چند شش ویش هم چند در اومد ده میشه صد شش با دو ساده میشه میشه سی صد. میشه سی و بیست این 300 اینجا جمعا میشه 320 میکرو جول گزینه 4 میشه و اما سال آخر از خازن ها میگه انرژی ذخیره شده در خازن در این خازنه چقدره من باید اختلاف پتانسیلش رو پیدا کنم خب الان شما این خازن چون ازش جریان نمیگذره این انشاب محسوب نمیشه بچه اینو به عنوان انشاب محسوب نمیکنیم پس الان این نگاه کنید این دوتا میشن سری چون انشاب بینشون نیست چرا انشاب نیست چون از خازن جریان نمیگذره که جز انشاب باشه این دوتا میشن سری میشه پنج این دوتا هم سری میشن ده با هم دیگه میشن موازی خب نیازی هم نیست اصلا ما بیایم آیا پیدا کنیم این ده چون آر نداریم بنابراین وی با ای برابره یعنی الان این دو سر ده ولته بین M و N V M N ده ولت بچه ها ما وی آبه رو میخوایم خب بگید این دوتا با هم سری نگاه کنید تو سری چی برابره بچه ها بگید در سری چی برابره در سری آی ثابته پس آر که بود وی به آی خودتون بگید آی که ثابته آر با نسبت مستقیم داره پس این وقتی یه اهمه این چهار اهمه یعنی این یه سه میبره این چهار سه میبره چون آر با وی رابطه مستقیم داره از ده تا یه سه ماله این چهار سه ماله این پس بعد من ده ولت رو بیام به پنج سهم تقسیم کنم میشه دو ولت یه سه ماله این میشه دو ولت چهار سهم مال این میشه 8 ولت که جمعا بعد 10 در بیاد عین همین هم این کارو بکن این 8 این 2 این چهار برابر اینه پس این چهار سهم میگیره این یک سهم میگیره پس دوباره به چند تقسیم میشه دوباره ده چهار سهم و یه سهم پنج سه. میشه دو ولت پس به این هشت ولت میرسه به این دو ولت خب الان اختلاف این چند ولت شد بچه دو ولت اختلاف این طرف چند شد؟ هشت ولت حالا اختلاف اینجا چقدر میشه؟ این ور هشت ولت این ور دو ولت پس اختلاف اینجا میشه شیش ولت یه بار دیگه برم یه بار دیگه میرم نگاه کنید این ده ولت این دو ولت مال این هشت ولت مال این هشت ولت مال این دو ولت مال این چون این هشت چهار برابر دو هست چهار سه این یه سه این پس باید به پنج تقسیم بشه ده میشه دو ولت هشت ولت ماله این خب الان شما وی ام منهای وی ب اختلافش شد چند دو ولت اختلاف وی ام منهای وی آ اونم شد هشت ولت خب بیایم اینا رو از همدیگه کم بکنیم الان اما با هم میرن پس از اینجا وی آبمون میشه چند ولت؟ شش ولت خوبه؟ پس وی آبمون شش ولت از ما انرژی رو خواسته یو میشه یک دوم سه به دو. یو برابر با یک دوم پنج میکرو جول هم خواسته تبدیل نمی اینم این هم شو شش میشه سی و شش. سی و شش با دو ساده میشه هجده پنج تا هجده تا میشه نوت میکرو جول. گزینه گذینه چارش میشه خب یه تعدادی هم از خازن مقاومت براتون انجام دادیم ما بحث مقاومت هامون رو البته یه جنبندی داریم براش که انشالله توی جنبندی باز یه سری سوالای خیلی کافی و خوب و مناسب برای شما انتخاب میکنم امیدوارم که این برنامه تونسته نظر شما رو جلب بکنه و ما از همینجا درود میفرستیم به شما برای اینکه شما واقعا زحمت میکشید و ما خوشحالیم از اینکه در کنار شما هستیم برای موفقیتتون دوستای عزیزم در پایان برنامه که رسیدیم به خازن مقاومت چند تا مثال براتون انتخاب کردیم هم از بحث توان و هم از بحث خازن مقاومت بریم رو نگاه کنیم گفته در شکل زیر مقاومت ها مشابه هن. همه اینا فرض کنید آرن اگه کلید بسته بشه توان مصرفی مدار چند برابر میشه پس وقتی کلید بازه فقط این دوتا تو مدارن وقتی کلید بسته میشه حواستون باشه وقتی آر سفره یعنی وی با ای برابره پس ولتاژ ثابته یه بار این دوتا مقاومت تو مدارن یه بار این مقاومت هم اضافه میشه به صورت موازی با توجه به ثابت بودن ولتاژ باید ببینیم توان مصرفی یا اگر گفت توان مفید یا اگر گفت توان خروجی که همه اینا یکی هستن چه تغییری میکنه پس گزینه هامون چار سوم سه, وم سه دو, وم دو و سه هست همه مقاومت ها رو هم آر بگیرید بر اینکه خیالتون راحت بشه بریم سراغ سال بعدی یه سال خیلی آسون گفته در مدار زیر بار خازن چقدره؟ یادتون باشه گفتیم اگر خازن با مقاومت سری بود مقاومت ها تو مدار حذف میشن چون جریان ازشون نمیگذره افت پتانسیل در مقاومت به وجود نمیاد 10 12 100 120 بر حسب میکروکولون بارش رو خواسته و اما سوال بعدی میگه در مدار زیر ولتسن چند ولتو نشون میده سوال خیلی قشنگیه 0 4 6 12 نگاه کنید باز دوباره بیاید جریان عبور بدید ببینید آیا واقعا جریان مدار میتونه عبور بکنه اگه نمیتونه عبور بکنه پس ولتاژ برای مقاومت ها وجود نداره حالا گفته عدد ولسنج رو مشخص کنیم نگاه بکنید که جریان میتونه عبور بکنه یا نه وقتی جریان عبور نکنه پس اختلاف پتانسیل دو سر ها صفر میشه وقتی مقاومت اختلاف پوتانسی صفر میشه تکلیف این خازنه معلومه پس میشه تشخیص داد بدون هر ولتاژ چقدره گزینه هم گفتم یه بار صفر دوستای عزیزم همونطور که دیدید ما تعدادی مثال برای شما انجام دادیم به عنوان تکلیفم براتون انتخاب کردیم امیدوار هستیم که این بحث مدارها تونسته شما رو در جهت یادگیری ارتقا بده و شما بتونید توی تستای بحث مقاومت ها جریان الکتریکی خودتون رو نشون بدید و نشون بدید که لیاقت بیشتر از اینها رو هم دارید پس برنامه رو تموم میکنیم شما رو به خدای بزرگ میسپنیم